برای نصب شیشه عقب پرشی اول بالا و بغل رو برش میزنیم، سمت لچکی رو برش نمیزنیم به خاطر اینکه هول بدیم برچسب بره داخل و اون لبه داخل آبگیرم پر کنه. فقط قسمت بالا و بغل رو برش میزنیم. بعد گوشه هاش رو گرد میکنیم. بعد حتما فقط سمت لچکی رو برش ندید، چون جای ریگلاژ داشته باشیم که بتونیم هولش بدیم بره داخل و لبه شیشه رو پر کنه، چون اگه بخوایم به صورت عادی نصب کنیم لبه های شیشه خالی میمونه. من فقط قسمت بالا و بغل رو برش دادم و لبه هاشو گرد کردم. شیشه رو تمیز میکنم، یعنی اول شیشه رو میدم پایین، آبگیر رو در میاریم، آبگیر رو که بتونیم برچسب بزنیم بالا بره داخل پایین که به لبه گیر نکنه. شیشه رو میدیم بالا، تمیزش میکنیم حسابی. فقط دقت کنید که کثیفی زیر برچسب نمونه، چون باعث ایجاد دوندون و حباب میشه. درهای عقب پرشیا، سمند، تیبا، کویک همه به همین صورت نصب میشه و همشون مثل هم دیگه هستن، هیچ فرق با هم نمی کنن. فقط باید اون قسمت داخل آبگیر رو حتما هول بدید بره برچسب داخل که پرش کنه. به خاطر همینم هم باید حتما بغل برش بدید، یعنی قسمت بالای شیشه رو من از بیرون و بغل برش دادم، سمت لچکی رو برش نده، میخواد اینکه جا داشته باشم که بتونم هولش بدم بره داخل. بعد شیشه رو به خوبی تمیزش میکنیم با استفاده از کارتک، لبه ها هم تمیز میکنیم همه رو تا چیزی هیچ کثیفی روی و شیشه نمونه. و وقتی که حسابی تمیز شد اون موقع میتونیم نصب رو انجام میدیم. ممنون میشم ازتون لایک و سابسکرایب کنید و ازم حمایت کنید تا بتونم فیلم های آموزشی بیشتری براتون بذارم. و اگر هم سوالی چیزی داشتید با شماره که توی کامنت تو زیر براتون میذارم میتونید با هم تماس بگیرید تا توضیحات بیشتری بهتون بدم و خوشحال میشم که کمکتون کنم. و شیشه رو وقتی که تمیز کردیم میشوریمش از داخل با استفاده از آبگیر حسابی تمیزش میکنیم و برچسب رو روی در میذاریم تا بتونیم جلدش رو در بیاریم و خیسش کنیم و از داخل بچسبونیمش. از یه گوشه برچسبش رو بلند میکنیم. وقتی که بلند کردیم فقط این تایمی که میخواید برچسب رو بکنید آب بزنید باید سریع انجام بدید، چون گرد و خاک بهش میچسبه و باعث ایجاد دوندون میشه. باید سریع از بیرون آب بزنیم روی برچسب و از داخل هم آب بزنیم و سریع نصبش کنیم روی شیشه تا گرد و خاک روش نچسبه. وقتی برچسب رو روی شیشه گذاشتیم تنظیمش میکنیم، هولش میدیم میره به سمت داخل، به سمت داخل که داخل قسمت شیشه ای که داخل آب گیر رفته اونم پر کنه برچسب. و وقتی که شیشه رو پایین میدیم اون قسمت خالی نمونه. بعد روش آب میزنیم و آبش رو خارج میکنیم. فقط مواظب باشید موقعی که دارید این عمل آبگیری رو انجام میدید برچسبتون تکون نخوره از جاش. مایه آب پاشتون باید به اندازه‌ای باشه که وقتی یه بار اینجوری آبش رو خارج کردید سریع بچسبه و تکون نخوره. این خیلی مهمه توی نصبتون، یعنی سرعت نصبتون و کیفیت نصبتون میره بالاتر. اگه میبینید هر چقدر آبگیر رو روی شیشه میکشید سر میخوره، باید حتما غلظت مایه‌تون رو کم کنید. یا اگه میبینید وقتی برچسب رو میذارید توی شیشه تکون نمیخوره، باید غلظت رو یه ذره بیشتر کنید، یعنی ریکای بیشتری بریزید داخل مایتون تا بتونید برچسب رو ریشه تنظیم کنید. اون قسمت اضافی های برچسب رو میگیریم و با استفاده از کارتک و دستمال تمیزش میکنیم، آبش رو میگیریم کناره ها رو و قسمت هایی که دستمال نمیری، یعنی زیر آبگیر رو فقط با استفاده از خود کارتک آبگیری میکنیم. اگه هوایی هم جایی بود میتونید با استفاده از سشوار بکشید روش و اون هوا رو بگیرید. وقتی که این کار کردیم شیشه رو میدیم بالا و قسمت پایین برچسب رو آب میزنیم و نصب میکنیم. فقط این قسمت پایین رو یکم آب بیشتری بگیرید تا اگه کثیفی از زیر شیشه اومده بالا آب بشوره ببره بالا تا به زیر برچسبتون نچسبه.
به خوبی آب میزنیم، برچسب رو به داخل در اول میدیم که بره پایین و از آبگیر رد بشه. با استفاده از کارتک صافش میکنیم و با استفاده از آبگیر آبهای اضافی اون رو خارج میکنیم. و اگه سوالی هم داشتید با شماره که اینجا براتون در زیر میذارم با من تماس بگیرید تا توضیحات بیشتری بهتون بدم. امیدوارم که ویدیو واسهتون مثمر ثمر باشه. سوالی داشتید با هم تماس بگیرید. فقط ازتون ممنون میشم که سابسکرایب لایک رو فراموش نکنید و علامت زنگوله رو بزنید تا آموزش های بعدیم به دستتون برسه. ممنونم، موفق باشید.